پس از ادعای حمله نیروهای مسلح به مکتب افغان ترک در ولایت هرات و بلخ، وزارت معارف و داخله این گزارش ها را رد کرده می گویند شمار از افراد مسلح غیر مسئول داخل مکاتب شده بودند تا مانع انتقال مسئولیت شوند. برای ما گزارش های رسیده بود که گویا یک تعداد افراد غیر مسئول زیر چتر دانش آموز و زیر چتر معلم قبل از قبل جابجا شدند و اینا میخواهند کمی پروسه را اخلال بکنند، ولی هیچ گونه درگیری بین پلیس، بین دانش آموز و بین معلم ما عملا صورت نگرفت. هیچ گونه بدرفتاری با اینا نشده، مطابق به قانون و همراه از اینا برخورد صورت گرفته، بسیار احترامانه اینا و از او ساحه به یک جای دیگه انتقال شدین و از اونا تحقیقات آغاز شده. اما کمیته خانواده های دانش آموزان مکاتب افغان ترک این وضعیت را نگران کننده می دانند. در این مملکت بدبختانه باید بگویم سوتا کار می کنه و ما قانون به دست گرفتیم، سوتا نه. کسایی که کار کردن کسایی هستن که با قانون افغانیت، با اصول اسلامیت اصلا عقیده ندارن. مؤسسه تعلیمی افغان ترک هیچ کسی جز حکم قانون حق انحدارش ندارد. دو، کسانی که بر علیه مکاتب افغان ترک حمله کرده و حقوق حقی مردم افغانستان را زیر پای کرده باید پرسان شود. یک سال پیش توافقنامه انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک در افغانستان به معارف ترکیه میان وزارت‌های معارف هر دو کشور در کابل به امضا رسید. گفته می‌شود پیش از این نیز شمار از آموزگاران این مکاتب از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت شده بودند که به تازگی دو آموزگار این مکاتب که در بازداشت خانگی بودند مدرک پناهندگی آنان از سوی کشور سیودن قبول شده است.